جایی که خرچنگها ها آواز می خانند. نوشته دیلیا او اینز، ترجمه آرتمیس مسعودی، با صدای هلیا مقصودی، قسمت پنجم. فصل 29 جلبک دریایی 1967 در طول زمستان چیس بیشتر آخر هفته ها به کلبه کیا می آمد. آنها حتی در هوای سرد روزهای مرتوب هم در بیش زارهای پر از رطوبت می گشتند. کیا نمونه جمع می کرد و چیس با سازدهنیش آهنگهای شیطنت آمیز می نواخت. یک روز صبح در اوایل مارس کیا از دریا به سمت دهکده راه افتاد. آسمان پلوبر زشتی از ابرهای خاکستری پوشیده بود. دو روز دیگر تولد چیس بود و او داشت به پیگلی میرفت تا مواد مورد نیاز برای تهیه یک شام ویژه را تهیه کند اولین کیک کاراملش را در نظر مجسم می کرد. تصور کرده بود کیکی را که روی شم روشن است روی میز آشپزخانه مقابل چیس بگذارد. از زمانی که مادر رفته بود چنین اتفاقی در آشپزخانه نیفتاده بود. چیس اخیرا چند بار گفته بود دارد پول جمع می کند خانه بخرند. کیا فکر کرده بود بهتر است یاد بگیرد کیک درست کند. پس از آنکه قایقش را محکم کرد وقتی داشت روی اسکله به طرف ردیف فروشگاه ها می رفت چیس را دید که انتهای اسکله ایستاده و با دوستانش صحبت می کند. دستش را دور شانه های دختر باریکندام موبوری حلقه کرده بود. همانطور که کیا به ذهنش فشار می آورد، از این صحنه سر در بیاورد پاهایش به خودی خود به راهشان ادامه می دادد. او هرگز وقتی چیس با دیگران یا در دهکده بود به او نزدیک نشده بود اما این بار برای آنکه با آنها روبرو نشود راهی جز پریدن به دریا وجود نداشت چیس و دوستانش بلافاصله برگشتند و نگاهش کردند و در همان لحظه چیس دستهایش را پایین انداخت کیا شلوارک جین سفید پوشیده بود که با اندام کشیدهاش جلوه خاصی داشت موهای مشکیش را دو تا بافته و جلو انداخته بود. گروه ساکت به او خیره شد. اینکه میدانست نمیتواند به طرف چیس بدود قلبش را به درد می آورد. شرایط ناجوری بود. وقتی به انتهای اسکله جایی که آنها ایستاده بودند رسید چیس گفت اوه oh, کیا سلام کیا نگاهش را از او به دیگران چرخاند و گفت سلام چیس کیا صدایش را شنید که می گفت کیا به تیم، پرل و تینا را بهت معرفی می کنم. تونتون نام های دیگری را هم گفت و ساکت شد. بعد رویش را به کیا کرد و گفت اینم کیا کلارکه. معلوم بود که کیا هیچ یک از آنها را به یاد ندارد. آنها هرگز به هم معرفی نشده بودند. کیا آنها را فقط به عنوان قد بلند، لاغر بور و مانند آن می شناخت. احساس می کرد مانند جلبک دریایی است که از ریشه در آمده. اما توانست لبخند بزند و سلام کند. این همان فرصتی بود که منتظرش بود. اینجا کنار دوستانی ایستاده بود که میخواست به آنها ملحق شود. ذهنش برای پیدا کردن کلمات و گفتن حرف هوشمندانه‌ای که برایشان جالب باشد در چالش بود. سرانجام دو نفرشان با سردی به او سلام کردند و فورا رفتند. بقیه مانند ماهی های کوچکی که پشت سر هم حرکت می کنند باله هایشان را تکان دادند و از خیابان پایین رفتند. چیس گفت خب حالا ما اینجاییم. من نمیخوام مزاحم چیزی بشم. فقط اومدم یه کم خرید کنم و برگردم خونه. تو مزاحم نیستی. من همین الان بهشون برخورده بودم. بهت گفتم که یک شنبه رو میخوام برم بیرون. چیس وزنش را روی پای دیگرش انداخ و انگشتش را روی گردم بند صدفش کشید. کیا گفت پس میبینمت. اما پیش از آن که حرفش تمام شود چیس برگشته بود که خودش را به دیگران برساند. کیا با عجله به طرف فروشگاه رفت. پایش را وسط یک خانواده مرغابی وحشی گذاشت که در خیابان اصلی تاتی تاتی می کردند و پاهای نارنجی براقشان روی رنگ کسالتاور پیاده رو قافل گیر کننده بود. کیا که سعی میکرد تصویر چیس و آن دختر را از فکرش بیرون کند در پیگلی ویگلی به طرف ردیف نانها پیچید و خانم کالپپر مسئول کودکان مدرسه گریز را در فاصله کمتر از دومتری متری خود دید. آنها مانند خرگوش و گرگی که در حیاتی نرد کشی شده با یکدیگر روبرو می شوند همانجا ایستادند. حالا کیا از آن زن بلندتر و با معلومات تر بود. گرچه هیچ کدامشان به چنین چیزی فکر نمی کردند. کیا پس از آن همه تعقیب و گریز دلش میخواست فرار کند اما سر جایش ایستاد و او هم به خانوم کالپپر خیره شد آن زن کمی سر تکان داد بعد به راهش ادامه داد. کیا وسایل پیکنیک را پیدا کرد. پنیر، نان فرانسوی و مواد لازم برای کیک که تمام پولی را که توانسته بود برای این مناسبت پسنداز کند بابت آنها داد. اما به نظر می رسید این دست کس دیگری است که آن مواد را بر می دارد و داخل چرخ خرید گذارد. تنها چیزی که او می توانست ببیند دست چیس دورشانه های آن دختر بود یک روزنامه محلی هم خرید چرا که در عنوان آن به آزمایشگاه دریایی اشاره شده بود که قرار بود در ساحلی در همان نزدیکی ایجاد شود وقتی از فروشگاه بیرون آمد سرش را پایین انداخت و مانند راسویی که چیزی دزدیده به سرعت به طرف اسکله رفت. وقتی به کلبه برگشت پشت میز آشپزخانه نشست تا مطلب مربوط به آزمایشگاه جدید را بخواند. همانطور که انتظار می رفت، قرار بود آزمایشگاه علمی مجهزی در 20 کیلومتری بارکلیکو نزدیک سی اوکس تأسیس شود. قرار بود پژوهشگران در مورد بومشناسی مرداب مطالعاتی انجام بدهند که از یک سو به بقای تقریبا نیمی از حیات دریایی و از سوی دیگر کیا صفحه را ورق زد تا بقیه خبر را بخواند که عکس بزرگی از چیس و یک دختر زیر یک اعلان نامزدی مقابل دیدگانش ظاهر شد. اندروز و استون کلماتی از دهانش پرید بعد حق, حق گریه و دست آخر نفس نفس زدنهای ناهماهنگ ایستاد و از دور به روزنامه نگاه کرد دوباره آن را برداشت که ببیند معلوم است که فکرش را میکرد خودشان بودند صورتهایشان نزدیک هم بود و لبخند می زدند. دختر پرل استون بود. زیبا، به نظر ثروتمند با گردنبند مروارید و بلوز دانتل. همان دختری که چیس دستش را دور شانه‌هایش حلقه کرده بود. دختر همیشه مروارید به کیا همانطور که دستش را به دیوار گرفته بود به طرف ایوان رفت و در حالی که دستهایش را جلوی دهان بازش گذاشته بود خودش را روی تخت خواب انداخت. سپس صدای موتور یک قایق را شنید. فورا بلند شد نشست، تالاب را نگاه کرد و چیس را دید که قایقش را به طرف ساحل می کشد. به سرعت مانند موشی که از داخل جعبه‌ای بدون در فرار می کند. پیش از آنکه چیس او را ببیند از در ایوان بیرون پرید داخل جنگل دوید و از تالاب دور شد. در حالی که پشت نخل های مرداب قوز کرده بود، چیس را نگاه می کرد که داخل کلبه شد و صدایش کرد. حتما مطلب روزنامه را که روی میز باز شده بود میدید. چند دقیقه بعد دوباره بیرون آمد. به طرف ساحل رفت و فکر کرد می تواند او را آنجا پیدا کند. کیا حتی وقتی او برگشت و باز هم نامش را صدا کرد از جایش تکان نخورد. وقتی قایقش را روشن کرد و دور شد کیا از پشت بوته ها بیرون آمد. همانطور که آهسته حرکت می کرد برای مرغان دریایی غذا برداشت و همراه خورشید به ساحل رفت. باد شدید اقیانوس او را در مسیرش جلو می راند. وقتی به ساحل رسید دست کم باد را داشت که به آن تکیه کند. مرغ‌های دریایی را صدا زد و تکه های بزرگی از نان فرانسوی را به هوا پرتاب کرد. سپس بلندتر و خشنتر از باد ناسزا گفت. فصل سی تنداب 1967 کیا از ساحل به طرف قایقش دوید و با تمام سرعت به سمت دریا حرکت کرد. مستقیم رو به تندا ایستاد سرش را عقب نگه داشت و فریاد زد بد جنس کسافت سگ. امواج خروشان و سرگردان به کناره‌های قایق میخوردند و سکان را تکان میدادند. مانند همیشه اقیانوس خشمگین تر از مرداب به نظر می رسید. حرفهای بیشتری برای گفتن داشت چرا که عمیق تر بود. کیا مدتها پیش آموخته بود جریان های عادی و جزرومت ها را تعبیر کند. روی آنها سوار شود یا با عمود ایستادن روی مسیرشان از آنها بگریزد. اما هرگز مستقیم سمت موجهای عمیق تر نرفته بود که بعضی از آنها با جریان خلیج حرکت و هر ثانیه میلیاردها متر مکعب از آب را جابجا جا می کنند. طوری که اگر تمام رودهای زمین به هم بپیوندند پیوندند به اندازه آنها قدرت ندارند. این موجها درست تا پشت کارولینای شمالی جریان دارند. آب خروشان امواج سهمگینی به جا میگذارد و جزرهای قوی و با جریانهای معکوس که با جزر و ساحلی پیچ و تاب میخورند و یکی از خطرناکترین چاله های دریایی کره زمین را ایجاد می کند. کیا در تمام عمرش از این منطقه دوری کرده بود. اما حالا اینطور نبود. امروز مرکز آن را هدف گرفته بود و هر چیزی را که بر رنجش پیشی بگیرد و بر خشمش. آب خروشان به طرفش می آمد. زیر قایق می رفت و آن را به سمت راست می راند. قایق بالا رفت و دوباره سر جایش برگشت. کیا داخل تنداب ترسناکی کشیده شد که او را سریعتر جلو برد. به نظر می رسید خارج شدن از آن خیلی خطرناک باشد. برای همین تلاش کرد با موج پیش برود و مراقب پشت های ماسعی باشد که زیر آب موانعی ایجاد می کردن که دائم در حال تغییر بودند. یک تماس کوچک با آنها می توانست قایق را واژگون کند. امواج به پشتش ضربه میزدند و موهایش را خیس می کردند. ابرهای سیاه به سرعت بالای سرش حرکت می کردند. جلوی خورشید را می و علائم تشخیص گرد باد و طوفان را از بین می بردند. همینطور گرمای روز را از آن می گرفتند. هنوز ترس سراغش نیامده بود. حتی کاملا مشتاق بود احساس ترس کند یا هر حس دیگری که بتواند خنجری را که در قلبش فرو رفته بیرون بیاورد. ناگهان آبهای متلاطم تیر رنگ جریان را تغییر دادند و قایق کوچک روی پهلوی راستش چرخید و بلند شد. این ضربه او را کف قایق کوبید و آب دریا را رویش ریخت. او بهت زده در آب نشست و در حالی که سعی می کرد محکم بنشیند آماده موج دیگری شد. البته او اصلا به جریان خلیج واقعی نزدیک نبود. اینجا منطقه ای آموزشی و فقط زمین بازی دریای واقعی بود. اما برای او خود را به مخاطر افکندن بود و قصدش این بود که از آن سالم بیرون بیاید. بر چیزی پیروز شود و رنج درونش را از میان ببرد. هر گونه تعادل و توازنی را از دست داده بود. امواج خاکستری از هر طرف هجوم می آوردند. خودش را روی سندلیش کشاند و سکان را گرفت اما نمی دانست آن را به کدام طرف بچرخاند. خشکی مانند خطی در دور دست به نظر می رسید و همان هم فقط گاهی میان امواج سفید آشکار می شد. درست وقتی به زمین سفت دوردست نگاهی میانداخت قایق میچرخید یا طوری به حرکت در می آمد که دیگران را نمیدید از اینکه با جریان آب همراه شود خیلی مطمئن بود اما حالا آن جریان آنقدر قوی شده بود که او را سمت دریای وحشتناکی که هر دم تیره تر میشد میکشاند ابرها به هم می پیوستند پایین تر می آمدند و جلوی خورشید را می گرفتند. او که سر تا پایش خیس شده بود می لرزید و انرژیش ته کشیده بود. برای همین حرکت دادن سکان برایش دشوار بود. نه لباس گرمی برای هوای طوفانی با خود آورده بود نه غذایی و نه آبی بالاخره ترس وجودش را فرا گرفت از جایی عمیق تر از دریا ترس از دانستن اینکه باز هم تنها خواهد شد شاید برای همیشه محکومیتی مادام العمر در حالی که قایق به یک طرف منحرف شده بود و با هر موج تکانی خطرناک به خودش میداد صدای نفس نفس زدن از گلویش خارج میشد تا حالا پانزده سانتی متر از کف قایق پر از آب شده بود و سرمای آن پاهایش را میسوزاند دریا و ابرها با چه سرعتی بر گرمای بهاری غالب شده بودند یک دستش را روی سینهش گذاشته بود و سعی می کرد خودش را گرم کند. با دست دیگرش با ضعف سکان را حرکت میداد. با جریان آب نمی جنگید. فقط همراهش حرکت می کرد. سرانجام آب آرام گرفت و با وجود آنکه جریانش او را سرخود به مسیری هدایت کرده بود دیگر اقیانوس به قایقش شلاق نمیزد و آن را نمیچرخاند پیش رویش شاید حدود 350 متر آن طرفتر یک تپه ماسعی باریک و کشیده دید که صدفهای خیسش میان دریا میدرخشیدند کیا درست به موقع با استفاده از موجی که از زیر قایق را به حرکت درآورد سکان را تکان داد و از جریان آب خارج شد. رو به جهت باد به طرف تپه حرکت کرد و روی آبهای آرام به نرمی به سمت ساحل پیش رفت. روی آن باریکه شنی قدم گذاشت و داخل ماسه ها فرو رفت. دراز کشید و زمین سفت را زیر بدنش احساس کرد. میدانست آن سوگواری برای چیس نبوده بلکه برای زندگی خودش بوده که همیشه با ترد شدن تعریف شده است در حالی که آسمان و ابرهای بالای سرش در چالش بودند با صدای بلند گفت من باید تنها زندگی کنم اما اینو میدونستم از خیلی وقت پیش می دونستم که آدما نمیمونن اینکه چیس با موزیگری موضوع ازدواج را با او مطرح کرده بود و بعد او را کنار زده و کس دیگری را انتخاب کرده بود اتفاقی نبود. مطالعاتش نشان میداد نرها همیشه از یک ماده به سمت ماده دیگر می روند. پس چرا او عاشق این مرد شده بود؟ جتسکی زیبایش همان نقش گردن باد کرده و شاخهای بزرگ شده ی گوزن نر در حالت سرمستی را داشت. متعلقاتی برای دور کردن نرهای دیگر و جذب یک ماده پس از دیگری. با وجود این کیا دلش را به همان حقه هایی باخته بود که مادرش سالها پیش باخته بود. پدر چه دروغ هایی به مادر گفته بود. پیش از آن که همه پولش تمام شود او را به چه رستوران های گیرانی برده بود و بعد او را به خانه واقعیش آورده بود. کلبه ای در یک مرداب. شاید بهتر باشد عشق در همان مراحل اولیه باقی بماند با صدای بلند شروع به خواندن شعر آماندا همیلتون کرد حالا باید رها کنم بگذارم بروی عشق بیشتر وقتها پاسخی برای ماندن است به ندرت علتی است برای رفتن نامی کوتاه برایت می نویسم و رفتنت را تماشا می کنم. از ابتدا فکر میکردی امواج آتشین آغوش عاشقت تو را ژرف می کشاند. اما امواج قلبم بود که آزادت می کرد تا شناور شوی روی آب همراه جلبک های دریایی. نور ضعیف خورشید فضایی خالی میان ابرهای بارانزا پیدا کرد و روی ماسه ها دست کشید. کیا اطرافش را نگاه کرد. جریان آب رفت و برگشت های شدید امواج دریا و این ماسه ها با یکدیگر تبانی کرده و مانند تور سیادی نازکی عمل می کردند. چرا که اطراف کیا از حیرت انگیز ترین مجموعه صدف هایی که تا آن وقت دیده بود پوشیده شده بود. زاویه تپه ماسعی و جریان ملایم آب صدفها را در جهت باد جمع کرده و آنها را بدون آنکه بشکنند آرام روی ماسه ها قرار داده بود. کیا چندین صدف کمیاب و تعداد زیادی از انواع صدفهای های مورد علاقش را پیدا کرد. سفید و دست نخورده بودند و هنوز می درخشیدند. کیا در حالی که میان آنها راه می رفت با ارزش نشان را انتخاب کرد و آنها را در قسمت امنی روی هم جمع کرد. قایق را تکان داد. آبش را خالی کرد و صدفها را با دقت روی شیار کف قایق چید. حالا قصد داشت بازگردد. کامل ایستاد آب را بررسی کرد و دریا را از نظر گذراند از وجود صدف ها متوجه شده بود می تواند با جهت باد حرکت کند و از اینجا یک راست به خشکی برسد اینطوری می توانست از تمام جریان های قوی تر پرهیز کند همینطور که جلو می رفت می دانست هرگز کسی دوباره این تپه ماسعی را نخواهد دید. عناصر طبیعی تپه کوچک و متغیر از ماسه ایجاد کرده بودند که اینطور خود نمایی می کرد. موج بعدی و جریان بعدی تپه ماسعی دیگری و بعد تپه ماسعی دیگری خلق می کرد. اما هرگز این یکی نمیشد. هیچ کدام این یکی که او را نجات داد نمی شدند. این یکی که چیزهایی هم به او یاد داده بود. مدتی بعد در حالی که در ساحل نزدیک کلبهش می گشت شعر مورد علاقش از آماندا همیلتون را خواند. ای ماه که رنگ می بازی دنبال کن قدمهایم را از میان نوری که شکسته نشده با سایه های زمین و با حسهایم سهیم شو که درک می کنند شانه های سرد سکوت را تنها تو میدانی چطور یک سوی لحظه کشدار می شود با تنهایی تا کیلومترها و چقدر آسمان نزدیک است وقتی زمان به عقب می لغزد از ماسه ها. اگر قرار بود کسی تنهایی را درک کند ماه بود. کیا به چرخه همیشگی وزقها و زیافت کرمهای شبتاب بازگشت و میان طبیعت بکر خاموش جرف فرو رفت. به نظر می رسید طبیعت تنها دوستی است که میانه راه جا نمیزند. فصل سی و یک یک کتاب 1968 صندوق پست زنگ زده در انتهای کوچه بینام روی پایه ای قرار داشت که پدر درست کرده بود. تنها نامه هایی که کیا دریافت می کرد همان اوراق پستی بدون پاکتی بود که برای همه ساکنان منطقه می آمد. او نه صورت حسابی داشت که پرداخت کند نه دوستی و نه امه پیری که برایش نامه های ساده لوحانه پر احساس بنویسد به جز آن ای که سالها پیش از مادر آمد صندوق پست برایش چیزی بیفایده بود و گاهی چند هفته آن را خالی نمی کرد. اما وقتی 22 سالش شده بود یعنی بیش از یک سال پس از آنکه چیس و پرل نامزدیشان را اعلام کردند. هر روز در گرمای خفقان آور از کوچه خاکی می گذشت. به طرف صندوق پست میرفت و داخلش را نگاه می گرد. بالاخره یک روز صبح یک پاکت بسته بندی زخیم پیدا کرد و به سرعت محتوایش را خواند. نسخه اولیه کتاب صدفهای کرانه دریای شرقی اثر کاترین دنیل کلارک در دستش بود. هوا را داخل ریه هایش پر کرد. هیچ کس نبود که آن را نشانش دهد. روی ساحل نشست و تمام صفحاتش را نگاه کرد. وقتی پس از صحبتهای اولیه ی تیت با ناشر کیا برایش نامه نوشت و نقاشی های بیشتری ارائه داد آنها قرارداد را برایش فرستادند. از آنجا که تک تک نمونه های صدف در طول سالها تکمیل شده بودند آقای رابرت فاستر ویراستارش برایش نوشته بود که کتاب با سرعتی کم سابقه منتشر خواهد شد و کتاب دومش در مورد پرندگان نیز به زودی در پی کتاب اول چاپ می شود. او به عنوان پیش پرداخت پنج هزار دلار فرستاده بود. اگر پدر بود روی پای لنگش سکندری می خورد و نوشیدنیش می ریخت. حالا نسخه نهایی در دستهایش بود تمام ردهای قلم تمام رنگهایی که کاملا سنجیده به کار رفته بودند تمام کلمه های تاریخ طبیعی در یک کتاب چاپ شده بود عکسهایی از موجودات داخل این طبیعت نیز در کتاب بود این که چطور تغذیه می می‌کنند چطور حرکت می کنند و چطور جفتگیری می کنند. چرا که انسانها موجوداتی را که داخل صدف ها زندگی می کنند فراموش کردند. روی صفحه های کتاب دست کشید و تک تک صدف ها و داستان پیدا کردن آنها را به یاد آورد. اینکه کدام قسمت ساحل بودند چه فصلی بود و خورشید در کدام قسمت آسمان قرار داشت درست مانند یک آلبوم خانوادگی بود در ماهای آینده در سراسر سواحل کارولینای شمالی کارولینای جنوبی جورجیا ویرجینیا فلوریدا و نیو انگلند فروشگاه های کادویی و کتاب فروشی ها کتاب او را پشت ویترین یا میزهایشان میگذاشتند. گفته بودند چک های حق و تعلیف هر شش ماه یک بار خواهد رسید و هر کدام می توانست چندین هزار دلار باشد. پشت میز آشپزخانه نشست و برای تیت یک نامه تشکر نوشت. اما وقتی یک بار از روی آن خواند قلبش لحظه ای مکس کرد. به نظر نمی رسید یک نامه کافی باشد. چرا که حالا به خاطر محبت تیت عشق کیاب مرداب می توانست شغلش باشد و زندگیش. او می توانست هر پر، صدف یا حشره ای را که جمع می کرد با دیگران سهیم شود و دیگر ناچار نبود میان گل و لای دنبال غذا بگردد. شاید دیگر ناچار نبود هر روز بلغور بخورد. جامپین به او گفته بود تیت در مؤسسه و آزمایشگاه جدید نزدیک سیوکس به عنوان بومشناس کار می کند و مسئولیت یک قایق پژوهشی شیکوپیک را بر عهدهش گذاشتند. کیا یک وقتهایی او را از دور دیده بود اما قایقش را سمت دیگری هدایت کرده بود. سپس یک پینوشت به نامش افزود. اگر گاهی نزدیک اینجا آمدی به من سر بزن. میخواهم یک جلد از کتابم را به تو بدهم. و نشانی آزمایشگاه را پشت نامه نوشت. هفته بعد تعمیرکاری به نام جری را خبر کرد که لول کشی آب انجام بدهد. آب گرم کن کار بگذارد و در اتاق خواب پشتی یک حمام کامل با وان پایدار بسازد. جری یک سینک ظرفشویی روی یک کابینت کار گذاشت و بالایش را کاشی کاری کرد. یک توالت فرنگی هم کار گذاشت. برخ کشی کرد و یک یخچال نو با اندازه مناسب تهیه کرد. کیا اصرار داشت اجاق هیزومی را که کنارش پر از هیزوم بود نگه دارد. چرا که کلبه را گرم می کرد. اما اصرارش بیشتر به خاطر هزاران کلوچه ای بود که مادرش با قلبش در آن درست کرده بود. اگر مادر بر می گشت و میدید اجاقش نیست چه؟ جری کابینت های آشپزخانه را از چوب کاج درست کرد. در ورودی جدید نصب کرد و شیشه جدیدی برای ایوان برای نمونه های کیا هم قفسه هایی از زمین تا سقف درست کرد. کیا از سیرز ریباک، کاناپه، صندلی، تخت خواب، تشک و قالیچه سفارش داد، اما میز قدیمی آشپزخانه را نگه داشت. حالا او یک کمد واقعی داشت که معدود یادگاری هایش را داخلش نگه دارد. کمد خیلی کوچکی با یادگاری های خانواده متلاشی شدهش. بیرون کلبه مانند قبل رنگ نشده باقی ماند. الوارهای کاجی که دستخوش شرایط جوی شده بودند و سقف حلبی خاکستری و زنگ زده از خزه های اسپانیایی که از درخت بلوط پایین آمده بود پوشیده شده بودند. کلبه چندان زوار در رفته نبود اما با تار و پود مرداب در هم آمیخته بود کیا به جز روزهای سرد زمستان هنوز در ایوان میخوابید اما حالا یک تخت خواب داشت یک روز صبح جامپین به کیا گفت ساخت و ساز کنندگان با نخشه های بزرگ به منطقه می آیند تا مرداب گلالود را خشک کنند و در آن هتل بسازند کیا سال گذشته گاه گاهی ماشین های بزرگی را دیده بود که در یک هفته کل درختان بلوط یک منطقه را قطع می کردند. سپس کانال حفر می کردند تا مرداب را خشک کنند. وقتی این کار تمام میشد سراغ جای جدیدی میرفتند و ردی که پشت سرشان می ماند زمین خشک و سفت بود ظاهرا آنها کتاب آلد او لئوپلد را نخوانده بودند این شعر آماندا همیلتون آن را به وضوح بیان میکرد کودک با کودک چشم در چشم ما با هم بزرگ شدیم با یک روح بال در بال برگ به برگ تو از این دنیا رفتی تو پیش از آن کودک مردی دوست من طبیعت کیا نمیدانست خانوادهش مالک آن زمین بودند یا مانند بیشتر ساکنان مرداب از چهار قرن پیش آن را تصاحب کرده بودند. کیا در تمام سالها داخل مدارک مادر دنبال سر نخ گشته بود. هر کاغذ پاره ای را که در کلبه پیدا کرده بود خوانده بود و هرگز چیزی مانند سند یا قباله پیدا نکرده بود. به محض اینکه از فروشگاه جامپین به خانه برگشت انجیل قدیمی را داخل پارچه پیچید و آن را به دادگاه بارکلیکو برد منشی دادگاه که مردی سپید موی با پیشانی خیلی بلند و شانه های زریف بود، یک کتاب قطور جلد چرمی با چند نقشه و عکس هوایی بیرون آورد و آنها را روی میز پخش کرد. کیا انگشتش را روی نقشه حرکت داد. به طالابش اشاره کرد و مرزهای تقریبی را که فکر می کرد به زمین خودش تعلق دارد مشخص کرد. منشی شماره ارجا را بررسی کرد و داخل یک فایل چوبی قدیمی دنبال سند گشت. آها اینجاست. سال 1897 آقای ناپیر کلارک مساحت اونجا رو دقیق برآورد کرده و خریده. کیا گفت پدر بوده. برگه های نازک انجیل را ورق زد و آنجا در صفحه ثبت ولادت و وفات نام ناپیر مورفی کلارک نوشته شده بود. هیچ وقت فروخته نشده پس بله خانم حدس میزنم اون ملک کوچیک به شما تعلق داره. اما متاسفم بگم از قدیم مالیات پرداخت نشده است. خانم کلارک شما اگه بخوای ملک و نگه داری باید اونو بپردازی. در اصل خانم طبق قانون هر کسی بیاد و اون مالیاتو بپردازه مالک زمین میشه. حتی اگه هیچ سندی هم نباشه. چقدره؟ کیا حساب بانکی باز نکرده بود. و تمام پول نقدی که پس از بازسازی خانهش باقی مانده بود یعنی حدود سه هزار دلار در همان کول پشتیش بود. اما احتمالا حرف از چهل سال مالیات عقب افتاده و هزاران هزار دلار بود. خب بذارین اینجا رو نگاه کنم. اونجا جزو زمینای آباد نشده است. واسه همین مالیاتش شده پنج دلار. بذار اینجا رو ببینیم باید حساب کنم. به طرف یک ماشین حساب پت و پهن قدیمی رفت و ارقام را وارد کرد. پس از وارد کردن هر عدد دسته ای را به عقب حل می داد که صدای قیژ و قیژی می آمد. به نظر می رسید دارد اعداد را جمع می زند. خب کلش حدود 800 دلار میشه که ملک آزاد و به نامتون بشه. کیا با سند کاملی که نشان میداد چهار هزار متر مربع از تالاب غنی مرداب درخشان، جنگل های بلوط و یک ساحل اختصاصی طولانی در خط ساحلی کارولینای شمالی به نام اوست از دادگاه بیرون آمد. جزو زمینای آباد نشده به گلالود غروب که داشت با قایقش به طالاب برمیگشت با حواسیل ها حرف زد. همه چی خوبه؟ حالا اینجا مال شماست. ظهر روز بعد داخل صندوق پست یادداشتی از تیت بود که عجیب و تا حدی رسمی بود. چرا که او همیشه پیامهایی را که برای کیا میفرستاد کنار پر میگذاشت از کیا تشکر کرده بود که از او دعوت کرده برود و یک نسخه از کتابش را بگیرد و اضافه کرده بود همان روز بعد از ظهر به آنجا خواهد رفت. کیا در حالی که یکی از شش نسخه کتاب جدیدش را که ناشران به او داده بودند همراه داشت روی کنده خواندن منتظر نشسته بود. حدود 20 دقیقه بعد صدای پت پت قایق قدیمی تیت آمد و بعد قطع شد. وقتی چهرش به تدریج از میان درختان آشکار شد به هم دست تکان دادند و با ملایمت لبخند زدند. هر دو نوعی فاصله را حس می کردند. آخرین باری که یک سال پیش تیت با قایقش به اینجا آمده بود کیا به او سنگ پرتاب کرده بود. تیت پس از آنکه قایقش را بست به طرف کیا آمد. کیا، کتابت شگفت انگیزه. کمی به جلو خم شد. اما حساری که دور قلب کیا ایجاد شده بود او را عقب نگه در عوض کتاب را به دستش داد. بیا تیت. این مال توه. تیت در حالی که داشت کتاب را باز می کرد و ورق می زد گفت ممنونم کیا. او این را نگفت که قبلا یک نسخه از آن را از کتاب فروشی سیوکس خریده و از تک تک صفحاتش شگفت زده شده است. دیگه هرگز چنین کتابی منتشر نمیشه. من مطمئنم این برای تو تازه اول کاره کیا آرام سرش را خم کرد و لبخند کوچکی زد تیت همینطور که صفحه اول کتاب را میآورد گفت «آه امضاش نکردی تو باید برام یه چیزی بنویسی خواهش میکنم. کیا فورا سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد فکرش را نکرده بود باید برای تیت چه جمله هایی تیت از جیب شلوار جینش یک خودکار درآورد و به کیا داد. کیان را گرفت و پس از چند ثانیه نوشت برای پسر پر از تو ممنونم از طرف دختر مرداب تیت کلمات را خواند سپس برگشت و به نقطه دور دست در مرداب چشم دوخت. چرا که نمی توانست به او حرفی بزند. سرانجام دستش را گرفت و فشرد. ممنونم کیا. کیا گفت محبت تو بود تیت. سپس فکر کرد همهش محبت تو. قلبش از یک طرف آرزومند بود و از طرف دیگر سپر محافظتی مقابلش گرفته بود. تیت لحظه ای ایستاد و وقتی کیا دیگر حرفی نزد برگشت که برود. اما وقتی به قایقش رسید گفت کیا وقتی منو تو مرداب میبینی لطفا مثل بچه آهوی خالدار پشت بوته ها قایم نشو. صدام کن که با هم یه چیزایی رو جستجو کنیم باشه؟ باشه بازم ممنون برای کتاب خدا نگهدار او را آنقدر تماشا کرد تا پشت بوته ها ناپدید شد سپس گفت لاغل میتونستم برای چای دعوتش کنم به جایی بر نمیخورد میتونستم دوستش باشم بعد با غروری کم نظیر به کتابش فکر کرد. میتونستم همکارش باشم. یک ساعت پس از آنکه تیت رفت کیا قایقش را روشن کرد و به طرف فروشگاه جامپین حرکت کرد. یک جلد از کتابش را داخل کوله پشتی گذاشته بود. وقتی نزدیک شد جامپین را دید که به دیوار رنگ رو رفته فروشگاهش تکیه داده است. جامپین ایستاد و به او دست تکان داد اما کیا دست تکان نداد جامپین که میدانست چیزی عوض شده است در سکوت منتظر ماند تا کیا قایقش را ببندد کیا به طرفش رفت دستش را باز کرد و کتاب را در دستش گذاشت ابتدا جامپین متوجه منظورش نشد اما کیا به نام خودش روی کتاب اشاره کرد و گفت حالا دیگه وزم خوب شده جامپی. از تو و میبل به خاطر همه کارایی که برام کردین ممنونم. جامپین به او خیره شد. اگر جای دیگری بود، این پیره مرد سیاه پوست و این زن جوان سفید پوست یک دیگر را در آغوش می گرفتن. اما آنجا و آن موقع نه. کیا دستهایش را روی دستهای جامپین گذاشت. برگشت قایقش را روشن کرد و رفت. این اولین بار بود که کیا او را در سکوت دیده بود. او باز هم بنزین و مایحتاجش را از جامپین می خرید، اما دیگر از او کمکی نمیپذیرفت. هر بار به اسکله او می آمد کتابش را میدید که پشت ویترین گذاشته شده تا همه آن را ببینند. همان کاری که یک پدر ممکن بود انجام بدهد. فصل سی و دو هنگام وقوع جرم 1969 ابرهای تاریک با فاصله کمی از زمین بر فراز دریای نقره‌ای رنگ به طرف بارکلیکو در حرکت بودند. ابتدا باد وزیدن گرفت و شروع کرد به ضربه زدن به پنجره ها و پرتاب کردن موجها. ها. قایق هایی که به اسکله بسته شده بودند مانند اسباب بازی بالا و پایین میرفتند و مردانی که بادگیرهای زرد پوشیده بودند آنها را به این تیر و آن تیر می بستند و محکم می کردند. سپس باران شدید کج کج روی دهکده ریخت و همه چیز را محو کرد جز رنگ های زرد تاری که در فضای خاکستری حرکت می کردند. باد میان پنجره کلانتری زوزه می کشید. طوری که کلانتر ناچار شد صدایش را بالا ببرد. خب جو تو می خواستی یه چیزی به من بگی؟ آره حتما من فهمیدم دوشیز کلارک ادعا خواهد کرد شبی که چیس مرده کجا بوده. چی؟ بلاخره تونستی گیرش بیاری؟ بچه شدی؟ اون لعنتی مثل مارماهی لیز میخوره. هر وقت نزدیکش میشم فرار میکنه. برای همین امروز صبح رفتم طرف فروشگاه جامپین. ببینم میدونه دختره دفعه بعد کی قراره بیاد اونجا یا نه. اونم مثل بقیه باید برای بنزین بره اونجا. برای همین فکر کردم دیر یا زود میتونم اونجا گیرش بندازم. باورت نمیشه چی دستگیرم شد. خب بگو بشنوم. از دو تا منبع موثق شنیدم که اون شب بیرون دهکده بوده. چی؟ کی؟ اون هیچ وقت از دهکده بیرون نمیره تا اگرم بره کی میفهمه؟ آره تیت واکر یادته حالا دیگه شده دکتر واکر. تو آزمایشگاه جانورشناسی جدید کار میکنه. آها میشناسمش پدرش سیاد میگو اسکاپرواکر. واکر. بله. تیت میگه از وقتی جوونتر بودن کیا رو میشناسه. اونو به این اسم صدا میکنه. چی؟ نه اونطوری که نه. اونا بچه بودن. بهش خوندن یاد میداده. حالت پدرانه. خودش اینو بهت گفت اونجا پیش جامپین بود داشتم از جامپین میپرسیدم کجا و چطور میتونم از دختر مرداب چند تا سوال بپرسم اون گفت اصلا نمیدونه کی ممکنه ببینتش خب بله جامپین همیشه باهاش خوب بوده شک دارم چیز زیادی بهمون به بگه خب من ازش پرسیدم احیانا میدونه شبی که چیس مرده اون چی کار میکرده؟ گفت در حقیقت میدونه و اون دو روز بعد از مرگ چیس رفته پیش جامپین و جامپین همون کسی بوده که بهش خبر داده چیس مرده. گفت دختر دو شب از جمله شبی که چیس مرده توی گرینویل بوده. گرین ویل؟ اون اینطوری میگفت بعد تیت که تمام مدت ساکت واستاده بود با صدای آهسته گفت که آره گیرین ویل بوده و اون بهش گفته که چطوری باید بلیت اتوبوس بخره. کلانتر جکسون گفت خب اینم خبر قابل توجهیه و خوبه که هر دوشون داستان رو به یک شکل تعریف کردن. اما چرا باید بره به گیرین ویل؟ تیت گفت که یک شرکت انتشاراتی میدونی رفته یک کتاب در مورد صدفا نوشته و یکی در مورد پرنده های دریایی. هزینه عیاب زهابش رو پرداخت کردن که بره باهاشون نشستی داشته باشه. باورش سخته که این جماعت تیتیش مامانی ناشر بخوان باهاش نشست داشته باشن. فکر می کنم به راحتی میشه بررسی کرد. تیت در مورد اینکه بهش خوندن یاد داده چی گفت؟ ازش پرسیدم از کجا اونو میشناسه؟ گفت معمولا میرفته نزدیک محل زندگی اون برای ماهی گیری و وقتی متوجه شده خوندن بلد نیست بهش یاد داده. یعنی اینطوری بوده؟ به هر حال این همه چیزو تغییر میده. اون غیبت هنگام وقوع جرم داره. توجیه خوبی داره. به نظر من بودن توی گرینویل توجیه خیلی خوبی برای غیبت هنگام وقوع جرمه. آره ظاهرا بله. میدونی که در مورد توجیه محکم برای غیبت هنگام وقوع جرم چی میگن؟ اون سیاد میگو گفت همون شبی که چیس افتاده پایین دختره داشته با قایق مستقیم به طرف برج آتشبانی میرفته. خب ممکن اون اشتباه کرده باشه. تاریک بوده. تا ساعت دو نیمه شب ماه دیده نمیشه. شاید اون تو گیرین ویل بوده و سیاد کس دیگه ای رو تو اون قایق دیده که شبیه دختره بوده. خب همونطوری که گفتم به راحتی میشه این سفر فرضی به گرینویل رو بررسی کرد. طوفان کم شد و از آن تنها صدای آرام باد و نم نم باران باقی ماند. با وجود این دو مرد قانون به جای آنکه پیاده به رستوران بروند، یک افسر پلیس را فرستادند که برایشان کوفته مرغ، لوبیا، دست پیچ کدو حلوایی، شربت نیشکر و کلوچه بگیرد. درست پس از ناهار کسی به در اتاق کرانتر زر بزد. خانم پنسی پرایس در را باز کرد و وارد شد. جو و اد ایستادند. کلاه امامیش سرخ براغ بود. هر دو سرتکان دادند. از به خیر دوشیز پنسی؟ اصر به خیر اد جو میتونم بشینم؟ زیاد وقتتون نمیگیرم. فکر می کنم در مورد اون موضوع اطلاعات مهم می دارم. بله البته بشین لطفا. به محض اینکه دوشیز پنسی مانند مرغی با اندام متوسط که پرهایش را از این طرف و آن طرف جمع می کند روی صندلی مستقر شد دو مرد نشستند. کتاب جیبیش مانند یک تخم مرغ ارزشمند به دقت روی پایش قرار گرفته بود. کلانتر نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد و صبر کند. راجع به کدوم موضوع دوشیزه پنسی؟ اوه دست بردار اد. میدونی که کدوم موضوعه؟ اینکه که کی و کشته اون موضوع؟ ما نمیدونیم اون به قتل رسیده یا نه دوشیز پنسی. خب؟ حالا چی برامون داری؟ همونطور که میدونین من توی فروشگاه کرس کار میکنم. او هرگز با بکار بردن نام کامل آنجا یعنی ارزان فروشی کرس جایگاه خودش را تنزل نمیداد. منتظر ماند کلانتر با تکان دادن سرش گفتش را تایید کند. گرچه همه آن را میدانستند چرا که از وقتی کلانتر یک پسر بچه بود دوشیزه پنسی به او سرباز اسباب بازی می فروخت. بعد ادامه داد من فکر می کنم دختر مرداب یکی از مزنونینه. درسته؟ کی اینو به شما گفته؟ او خیلی از مردم اینطوری فکر می کنن. اما منبع اصلی این خبر پتیلابه. که اینطور خب من و چند تا دیگه از کارمندا از داخل فروشگاه دختر مرداب و دیدیم که شبی که چیس مرد از اتوبوسی که به خارج شهر میرفت پیاده و سوار شد من میتونم در مورد اون تاریخ و ساعت ها شهادت بدم. جو و اد نگاه های رد و بدل کردند. واقعا؟ چه تاریخ و ساعتی بود؟ دوشیز پنسی روی سندلیش صافتر نشست. اون ساعت دو و سی دقیقه بعد از ظهر روز 28 اکتبر رفت و روز سیوم ساعت یک و شونزده دقیقه نیمه شب برگشت. گفتی دیگران هم دیدنش؟ بله اگه بخواین میتونم اسماشون بگم. نیازی نیست. اگه نیاز به اظهاریه داشته باشیم میایم ارزون فروشی. متشکرم دوشیز پنسی. کلانتر ایستاد. برای همین دوشیز پنسی و ات هم همین کار را کردند. دوشیز پنسی به طرف در رفت. خب ممنونم که وقت گذاشتین. همونطوری که گفتین میدونین منو کجا میتونین پیدا کنی. آنها از یکدیگر خداحافظی کردند. جو سر جایش نشست. خب اینم از این. گفته یه تیت و جامپین رو تایید میکنه. اون شب گیرین ویل بوده. یا دست کم سوار اتوبوس شده و جایی رفته. کلانتر نفسی طولانی بیرون داد. این طور به نظر میاد. اما به نظر من اگه کسی بتونه روز با اتوبوس بره گرینویل میتونه شب با اتوبوس برگرده اینجا کارش رو انجام بده دوباره با اتوبوس برگرده گیریم ویل. کسی نمیدونه. منم همین فکر رو میکنم اما یکم دور از ذهنه. برو برنامه حرکت اوتوبوس ها رو بگیر. اینطوری میفهمیم زمان ها جور در میاد یا نه. ببینم امکان برگشت یک شب وجود داره یا نه. پیش از آنکه جو بیرون برود اد ادامه داد شاید میخواسته تو روشنایی روز به خوبی دیده بشه که سوار اتوبوس و ازش پیاده شده وقتی آدم بهش فکر میکنه اون ناچار بوده غیر عادی عمل کنه که غیبت از صحنه جرم داشته باشه این ادعا که شبی که چیس مرده اون مثل همیشه تنها تو کلبش بوده به هیچ وش غیبت از صحنه جرم به حساب نمیومد ویژ برای همین طوری برنامه ریزی کرده که افراد زیادی اونو ببینن و مقابل اون همه آدم تو خیابون اصلی دلیل محکمی برای غیبت هنگام وقوع جرم ایجاد کنه فوقلاده بوده خب آره برداشت خوبیه در هر حال ما دیگه مجبور نیستیم تحقیق کنیم میتونیم همینطور بشینیم قهوه بخوریم و بذاریم خانومای این دهکده با خریداشون رفت آمد کنه. من میرم برنامه حرکت اوتوبوس ها رو میگیرم. جو پانزده دقیقه بعد برگشت. گفت خب تو درست میگفتی. اینجا رو ببین. این امکان وجود داره که با اتوبوس از گیرین ویل بری بارکیلیکو و بعد یک شبه برگردی. واقعا راحته. آره بین حرکت دوتا اتوبوس اونقدری وقت هست که بشه کسی رو از برج آتشبانی هل داد پایین. من میگم یه حکم بازرسی بگیریم فصل سی جای زخم 1968 در یک صبح زمستان 1968 کیا پشت میز آشپزخانه نشسته بود. روی کاغذ با قلمو رنگ های نارنجی و صورتی را حرکت میداد تا گردی یک قارچ را ایجاد کند. کتابش را در مورد پرندگان دریایی تمام کرده بود و حالا داشت روی کتاب راهنمایی در مورد قارچ ها کار میکرد. قصد داشت در مورد پروانه ها و شب پره ها هم، کتابی بنویسد. لوبیاهای چشم بلبلی، پیاز قرمز و گوشت داخل قابلمه قرشده قدیمی روی اجاق هیزومی که او هنوز آن را به خصوص در زمستان به انواع جدید ترجیح میداد میجوشید. سقف حلبی زیر قطرات باران آواز ملایمی میخواند. سپس ناگهان صدای بالا آمدن وانتی از راه ماسهی مقابل کلبه به گوش رسید. صدایش بلندتر از صدای سقف بود. ترس وجودش را فرا گرفت. به طرف پنجره رفت و یک وانت قرمز را دید که روی زمین گلالود در حرکت است. اولین فکری که به ذهنش رسید این بود که فرار کند اما دیگر وانت مقابل ایوان توقف کرده بود. در حالی که زیر چارچوب پنجره قوز کرده بود مردی را دید که با لباس نظامی سبز و خاکستری از وانت پیاده شد. مرد همانجا ایستاد. در وانت باز بود و او از میان درختها به راهی که به تالاب ختم میشد نگاه میکرد سپس آهسته در را بست زیر باران به سرعت به طرف ایوان رفت و در زد کیا ناسزا گفت احتمالا او گم شده بود نشانی را میپرسید و میرفت اما کیا نمیخواست با او ارتباط برقرار کند می توانست اینجا در آشپزخانه پنهان شود و امیدوار باشد او برود. اما صدایش را شنید که می گفت، تو کسی خونه هست؟ سلام کیا که خشمگین اما کنجکاف شده بود از اتاق نشیمنی که تازه مبلمانش را عوض کرده بود به طرف ایوان رفت. غریبه که قد بلند و مومشکی بود پایین پله ایستاده و در توری را باز نگه داشته بود. یک متر و نیم با او فاصله داشت. به نظر می رسید لباس فرمش آنقدر شق و رق است که خودش صاف می ایستد و صاحبش را راست نگه می دارد. سینه کاپشنش پوشیده از مدالهای رنگارنگ مستطیل شکل بود. اما بیش از همه جای زخم ناهمواری که روی نیمی از صورتش از گوش چپ تا بالای لب کشیده شده بود به چشم می آمد. نفس کیا بند آمد. در یک لحظه به یک شنبه عید پاک حدود شش ماه پیش از آن که مادر برای همیشه برود برگشت. او و مادر داشتند راک آف ایجز را می خاندند. بازو در بازوی هم از اتاق نشیمن به آشپزخانه رفتند و تخم مرغهایی را که شب قبل به زیبایی هرچه تمامتر رنگ کرده بودند جمع کردند. بچه های دیگر برای ماهیگیری بیرون رفته بودند. برای همین او و مادر تخم مرخ را پنهان کردند. سپس جوجه و کلوچه ها را داخل فر گذاشتند. برادرها و خواهرها بزرگتر از آن بودند که به فکر خوراکی ها باشند اما آن اطراف میدویدند جستجو می کردند و وانمود می کردند نمی توانند آنها را پیدا کنند. سپس هر گنج کشف شده را در هوا نگه می داشتند و می‌خندیدند. کیا و مادر با سبد‌های تخم مرغ و خرگوش‌های شکلاتی که از ارزان فروشی خریده بودند، داشتن از آشپزخانه بیرون می‌آمدند که پدر وارد حال شد. با خشم کلاه پارچه‌ای عید پاک کیا را از سرش درآورد. و همانطور که آن را میچرخاند سر مادر فریاد کشید. تو واسه این چیزای زرق و برقی پول از کجا آوردی؟ کلاه و کفشای چرمی براق، اون تخم مرغای خوشگل و خرگوشای کاکاو. بگو از کجا؟ ولکن جگ لطفا آروم باش. عید پاک دیگه، اینا برای بچه هاست. او مادر را به عقب هل داد. تو بدکاره همه جایی موضوع اینه اینطوری پول در میاری حالا به هم بگو بازوهای مادر را گرفت و او را چنان تکان داد که به نظر می رسید صورتش دور تا دور چشمهایش که کاملا بی حرکت و باز بودند تق تق صدا می کند. تخم مرغ ها از داخل سبد بیرون افتادند. و مانند خمیرهای رنگی روی زمین قلتیدند. کیا فریاد زد پدر خواهش میکنم ولش کن سپس به حق افتاد پدر دستش را بالا برد و سیلی محکمی به صورت کیا زد تو خفش و نونور زرزرو اون پیرن احمقانه و کفشای مسقرت و درار واسه من لباس پوشیدن کیا از جلوی دستش کنار رفت و همانطور که صورتش را با دست نگه داشته بود دنبال تخم مرغهایی افتاد که مادر با دست رنگ کرده بود. با تو هم زن تو از کجا پولاتو میاری؟ سیخ آهنی بخاری را از گوشه ای برداشت و به طرف مادر رفت. کیا با بلندترین صدایی که میتوانست فریاد کشید. و در حالی که پدر سیخ را به سینه مادر میکوبید بازویش را گرفت و کشید. لکه های خون مانند خال های قرمز روی پیراهن تابستانی گلدار مادر فواره زد. سپس هیکل تنومندی وارد حال شد و وقتی کیا سرش را بلند کرد جودی را دید که پدر را از پشت به زور گرفت و هر دوشان پخش زمین شدند. برادرش بین مادر و پدر قرار گرفت و فریاد زد که کیا و مادر فرار کنند. آنها این کار را کردند اما کیا پیش از آن که برگردد دید که پدر سیخ را به شدت به صورت جودی زد. آرواره جودی به طور دلخراشی تکان خورد و خون از آن سرازیر شد. آن صحنه الان کاملا در ذهنش زنده شده بود. برادرش روی زمین مچاله شده و میان تخم مرغ های بنفش و صورتی و خرگوش های شکلاتی افتاده بود. او و مادر به طرف نخل های مرداب دویدند و داخل بوته پنهان شدند. پیراهن مادر خونی بود اما مدام میگفت حالش خوب است. تخم مرخ نمی شکنند و باز هم می توانند مرغ بپزند. کیا درک نمی کرد چرا آنها آنجا پنهان شدند. مطمئن بود برادرش دارد می میرد و به کمک آنها نیاز دارد. اما آنقدر می ترسید که نمی توانست حرکت کند. مدتی طولانی منتظر ماندند. سپس با احتیاط به طرف کلبه برگشتند و از پنجره نگاه کردند تا مطمئن شوند پدر رفته است. جودی با بدنی سرد روی زمین افتاده و اطرافش پر از خون بود. کیا فریاد زد که او مرده است اما مادر او را بلند کرد به طرف کاناپه برد و صورتش را با سوزن خیاطیش بخیه زد وقتی همه ساکت شدند کیا کلاه پارچه را که زیر گلو پاپیون میخورد از روی زمین برداشت به سرعت به طرف جنگل رفت و آن را با تمام قدرت داخل علف ها پرتاب کرد حالا به چشمهای ای که در ایوان خانش ایستاده بود نگاه کرد و گفت جودی جودی لبخند زد و جای زخمش کج و معوج شد پاسخ داد کیا امیدوار بودم اینجا باشی به یکدیگر خیره شدند هر کدامشان با چشمهایی که پیرتر شده بود یکدیگر را ورانداز می کردند. جودی نمی توانست بفهمد که تمام این سالها همراه کیا بوده است. چه زمان زیادی را به او مسیرهای مرداب را نشان داده بود و بارها و بارها به او از هواسیلها و کرمهای شبتاب گفته بود. کیا بیش از هر کس دیگری دلش میخواست جودی یا مادر را ببیند. قلبش از جای زخم و تمام دردهای همراه آن تسکین یافته بود. تعجبی نداشت که ذهنش آن صحنه را مدفون کرده باشد. تعجبی نداشت که مادر رفته باشد. با سیخ فلزی به سینش ضربه خورده بود کیا دوباره آن لکه های روی پیراهن تابستانی را که مالش داده و شسته شده بودند به شکل خون جودی میخواست او را در آغوش بگیرد و روی بازوهایش بلند کند. اما وقتی به طرفش رفت او با کمرویی هرچه تمامتر سرش را پایین و به یک طرف خم کرد. برای همین جودی فقط وارد ایوان شد. کیا گفت بیا تو و او را به اتاق نشیمن هدایت کرد که پر بود از نمونه هایی که جمع کرده بود. جودی گفت وای خب پس کتاب تو دیدم کیا مطمئن نبودم تو باشی اما آره حالا میفهمم که خودت بودی حیرت آوره همانطور که پیش میرفت مجموعه های او را نگاه می کرد. اساسیه جدید اتاق را وارسی می کرد و از راه روها به اتاق خواب ها نگاهی می انداخت. نمی خواست سرک بکشد. اما همه چیز را زیر نظر داشت. قهوه یا چای می خوای؟ نمیدانست جودی آمده به او سر بزند یا میخواهد بماند پس از این همه سال چه میخواهد قهوه عالیه دستت درد نکنه در آشپزخانه متوجه اجاق هیزومی قدیمی شد که هنوز کنار سیستم گازکشی و یخچال جدید قرار داشت دستش را روی میز قدیمی آشپزخانه کشید که کیا آن را همانطور که بود با همان رنگ پوست شدهش نگه داشته بود. کیا قهوه را در فنجان ریخت و نشستند. پس تو سرباز شدی. دو تا معمولیت به ویتنام رفتم. یکی دو ماه دیگه تو ارتش میمونم. برام خوب بود. هزینه دانشگاه هم دادند. از جورجیا تک مهندسی مکانیک گرفتم. کمترین کاری که میتونم براشون بکنم اینه که یه مدتی بمونم. جورجیا زیاد از اینجا دور نبود. میتوانست خیلی زودتر به دیدن کیا بیاید. اما حالا آمده بود. کیا گفت همتون رفتین. پدر بعد از تو یه مدتی موند اما بعد اونم رفت. نمیدونم کجا رفت. نمیدونم زنده است یا نه. از اون موقع تو اینجا تنها بودی؟ آره. کیا؟ من نباید تو رو با اون حیولا تنها میذاشتم. بعد از اون من سالها زجر کشیدم. حس خیلی بدی داشتم. من ترسو بودم. یه ترسوی احمق. این مدالای لعنتی هیچ ارزشی ندارد. به سینهش زر بزد. من تو رو گذاشتم رفتم. یه دختر کوچولوی تنها رو که با یه مرد دیوونه توی مرداب زندگی کنه. ازت انتظار ندارم هیچ وقت منو ببخشی. اشکالی نداره جودی. تو خودت هم بچه بودی. چی کار میتونستی بکنی؟ میتونستم وقتی بزرگتر شدم برگردم. اولش تو خیابونای آتلانتا هر روزم و یه طوری شب میکردم. از اینجا که رفتم هفتاد و پنج سنت تو جیبم بود. از پولی که پدر تو آشپزخونه گذاشته بود دزدیدم. با اینکه میدونستم تو پول کم میاری برداشتمش. شکمم رو با شغلای عجیب و غریب سیر می کردم تا اینکه تونستم جذب ارتش بشم. بعد آموزش مستقیم رفتم جنگ. خیلی طول کشید برگردم خونه. فکر می کردم تو خیلی وقت از اینجا رفتی. فرار کردی. برای همین نامه ننوشتم. فکر می کنم ثبت نام کردم که دوباره برگردم برای اینکه یه جورایی خودم رو تنبیه کنم. برای اینکه تو رو گذاشتم رفتم این حقم بود یکی دو ماه پیش بعد از اینکه از تک فارغ و تحصیل شدم توی فروشگاه کتاب تو دیدم کاترین دانیل کلارک دلم شکست از یه طرفم از خوشحالی بال درآوردم باید پیدات می کردم فکر کردم از همینجا شروع کنم و دنبالت بگردم کیا برای اولین بار لبخند زد. خب، حالا ما اینجاییم. چشمهای جودی درست مانند قبل بود. با مسائب زندگی چهره ها تغییر می کنند. اما چشمها همان پنجره های همیشگی هستند که به درون باز می شود. کیا می توانست از پشت آنها جودی را ببیند جودی من خیلی متاسفم که تو برای اینکه منو ترک کردی قصه خوردی من یک بارم تو رو مقصر ندونستم تو خودت قربانی بودی نه مقصر جودی لبخند زد ممنونم کیا چشمهایش پر از اشک شد و هر دو رویشان را از هم برگرداندند. کیا کمی مردد ماند سپس گفت شاید باورش سخت باشه اما پدر یه مدتی با من خوب بود. کمتر مشروب میخورد. به من ماهیگیری یاد داد و خیلی وقتا با قایق رفتیم مرداب و گشتیم. البته بعدش دوباره رو آورد به الکل منو گذاش رفت که خودم از خودم مراقبت کنم جودی سر تکان داد آره من اون روی پدر رو هم چند بار دیده بودم اما همیشه برمیگشت سر بطری یه بار به من گفت این کارش یه ارتباطی با جنگ داره من خودمم تو جنگ بودم چیزایی دیدم که میتونه یه مرد و بکشونه سمت الکل. اما اون نباید ماجرا رو میکشون به همسرش به بچه های خودش. کیا پرسید؟ مادر و بقیه چی؟ ازشون خبری داری؟ میدونی کجا رفتن؟ هیچ خبری از مورف، مندی یا میسی ندارم. اگه تو خیابون از کنارشون رد بشم نمیشناسمشون. فکر کنم تا حالا این طرف و اون طرف پخش و پلا شدن. اما مادر... خب کیا یه علت دیگه که میخواستم پیدات کنم همین بود. ازش یه خبری شنیدم. یه خبری؟ چی؟ به هم بگو. بازوهای کیا تا سرنگشتانش یخ کرد. کیا خبر خوبی نیست؟ من همین هفته پیش فهمیدم. مادر دو سال پیش مرده. کیا از کمر خم شد و صورتش را با دستهایش نگه داشت. ناله های آرام از گلویش بیرون آمد. جودی تلاش کرد او را نگه دارد اما او خودش را کنار کشید. جودی ادامه داد مادر یه خواهر به اسم روزماری داشت که سعی کرده وقتی مادر مرده ما رو از طریق صلیب سرخ پیدا کنه اما اونا نتونستن پیدامون کنن بعدش یکی دو ماه پیش منو از طریق ارتش پیدا کردن و با روزماری ارتباط دادن کیا با لحنی گرفته زیر لب گفت مادر تا دو سال پیش زنده بوده. من تمام این سالها منتظر بودم از این کوچه بیاد بالا. ایستاد و دستش را به ظرف شویی گرفت. چرا برنگشت؟ چرا یکی به من نگفت اون کجاست؟ حالا دیگه خیلی دیره. جودی به طرف او رفت و با وجود آنکه او تلاش می کرد بگریزد بازوهایش را دورش حلقه کرد. متاسفم کیا. بیا بشین. بذار بهت بگم رزماری چی گفت. منتظر ماند کیا بنشیند. سپس گفت مادر وقتی ما رو گذاشت و رفت داغون بود و سخت مریض شده بود. رفته نیورلانز همون جایی که توش بزرگ شده از نظر روحی و جسمی مریض بود من یک کمی نیورلانز رو یادم میاد فکر کنم وقتی از اونجا اومدیم من پنج سالم بود تنها چیزی که یادمه یه خونه قشنگ با پنجره های بزرگی که به یه باغ باز میشد اما وقتی اومدیم اینجا پدر نزاشت هیچ کدوم از ما در مورد اونجا یا پدر بزرگ و مادر بزرگمون یا هر چیزی که مربوط به اونجا میشد صحبت کنیم. برای همین همش از ذهنم پاک شده. کیا سرتکان داد؟ من اصلا نمیدونستم. جودی ادامه داد. روزماری گفت پدر و مادرشون از اول با ازدواج مادر و پدر مخالف بودن. اما مادر با پدر رفته کارولینای شمالی. آس و پاس. بالاخره مادر شروع میکنه به نام نوشتن به رزماری و شرایطش رو براش میگه. اینکه تو کلبهای توی یه مرداب با مرد مستی زندگی میکنه که خودش و بچه کتک میزنه. سالها بعد مادر پیداش میشه. اون کفشای پوست سوسماری تقلبی که اونقدر براش عزیز بودن پاش بوده چند روز بوده هموم نرفته و موهاشو شونه نکرده بوده. رزماری میگفت مادر برای چند ماه یک کلمه هم حرف نزده. حتی یک کلمه هم نگفته. تو اتاق قدیمی خودش توی خونه پدریش میمونده و هیچی نمیخورده. البته بالا سرش دکتر می اما کسی نتونسته بهش کمک کنه. پدرش با کلانتری توی بارکلیکو تماس گرفته حال بچه ها رو بپرسه اما بهش گفتن اصلا حاضر نیستن در مورد ساکنان مرداب پیگیری انجام بدن. کیا گاه گاهی بینیش را بالا می کشید. بالاخره یک سال بعد به مادر حمله عصبی دست میده و به رزماری میگه که یادش اومده بچه رو ول کرده رفته. رزماری بهش کمک میکنه برای پدر نامه بنویسه و به بپرسه میتونه ما رو ببره با اون توی نیورلانز زندگی کنیم یا نه. پدر جواب میده اگر اون برگرده یا با یکی از ما تماس بگیره طوری ما رو کتک میزنه که اصلا شناخته نشیم. مادر میدونست این کار از پدر برمیاد. همان ای که داخل پاکت آبی بود. مادر خواسته بود او را داشته باشد. همهشان را مادر خواسته بود او را ببیند اما نتیجه نامه کاملا متفاوت بود آن جملات پدر را عصبانی کرده بود و دوباره او را پی الکل فرستاده بود بعد کیا او را هم از دست داده بود به جودی نگفت که هنوز خاکستر آن نامه را داخل یک شیشه کوچک نگه داشته است. روزماری می گفت مادر هیچ وقت با کسی دوست نشد. هیچ وقت با خانواده غذا نخورد و با کسی ارتباط برقرار نکرد. زندگی و تمام خوشیها ها رو از خودش دریغ کرد. بعد از مدتی شروع کرد به حرف زدن و تمام حرفاش در مورد بچه هاش بود. رزماری گفت ما در تمام زندگیش عاشق ما بوده. اما بین این باور ترسناک که اگر برگرده به ما آسیب میرسه و اگر بر نگرده ما تنها میمونیم همیشه گرفتار اون نخواسته بود ما رو رها کنه بره. به مرز جنون رسیده بود و اصلا متوجه نبود گذاشته و رفته. کیا پرسید؟ چطوری مرد؟ سرطان خون داشته. رزماری گفت احتمال داشت درمان بشه اما حاضر نشده هیچ درمانی انجام بده. همینطور ضعیف و تر شد و دو سال پیش فوت کرد. رزماری می گفت بیش از اون که زندگی کنه مرگ رو تجربه کرد. در تاریکی در سکوت. جودی و کیا ساکت نشستند. کیا یاد شعری از گالوی کینل افتاد. که مادر در کتابش زیر آن خط کشیده بود. باید بگویم حالا که تمام شده احساس آرامش می کنم. در پایان فقط می توانستم احساس تأسف کنم برای آن همه اصرار برای عمری درازتر. بدرود. جودی ایستاد. با من بیا کیا. میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. او را بیرون به طرف وانتش هدایت کرد و هر دو از پشت وانت بالا رفتن. جودی با دقت برزنت را برداشت و در یک کارتون بزرگ را باز کرد. سپس یکی یکی نقاشی های رنگ روغن قدیمی را بیرون آورد. آنها را دور تا دور عقب واند چید. یکی از آنها نقاشی از سه دختر جوان بود. کیا و خواهرهایش. کنار تالاب چون باتمه زده بودند و سنجاقک ها را تماشا می کردن. یکی دیگر از آنها نقاشی از جودی و برادرشان بود که یک قلاب ماهیگیری را نگه داشته بودند. آوردمشون. گفتم شاید هنوز اینجا باشی و اینا رو ببینی. رزماری اینا رو برام فرستاد. گفت مامان تمام سال و روز و شب داشته ما رو نقاشی میکرده. یکی از نقاشی ها تمام پنج بچه را نشان میداد. گویی داشتند نقاش را نگاه میکردند. کیا به چشمهای خواهر و برادرهایش نگاه کرد که آنها هم داشتند نگاهش می کردند. زیر لب گفت کی به کیه؟ چی؟ عکسی که نبوده من نمی شناسمشون کی به کیه؟ آها جودی نمی توانست راحت نفس بکشد. بالاخره گفت خب این میسیه از همه بزرگتره بعد مورف و مندی البته این ناز کوچولو هم منم و اینم تو کمی به او زمان داد سپس گفت این یکی رو ببین مقابلش نقاشی رنگ روغن رنگ و, رنگ و حیرت انگیزی از دو کودک بود که روی علف های سبز مار پیچ و گل های وحشی چنباتمه زده بودند دختر بچه نوپا بود شاید سه ساله موهای مشکی صافش روی شانه هایش ریخته بود پسر که کمی بزرگتر بود و موهای طلایی داشت به یک شاه پروانه اشاره کرده بود که بالهای سیاه و زردش روی یک گل مینا پهن شده بود. دستش روی بازوی دختر بود. جودی گفت فکر کنم تیت واکره با تو. درست میگی. شبیه اونه. چرا مادر تیت رو نقاشی کرده؟ خب اون معمولا می اومد اینجا. با من ماهیگیری میکرد همیشه به تو حشرات و اینطور چیزا رو نشون میداد. چرا من یادم نمیاد؟ چون تو خیلی کوچیک بودی. یه روز بعد از ظهر تیت با قایقش اومد تالا به ما. پدر همینطور می نوشید و واقعا مست بود. تو تازه تاتی تاتی می کردی و قرار بود مراقبت باشه. یه دفعه پدر اصلا بدون هیچ علتی بازوهای تو رو گرفت و اونقدر محکم تکونت داد که سرت پرت شد به عقب. بعدش انداختت روی گلولای و شروع کرد به خندیدن. تیت از قایق پرید بیرون و دوید طرفت. هفش سالش بیشتر نبود اما سر پدر داد کشید. البته پدر بهش سیلی زد و داد زد که از ملکش بره بیرون و هیچ وقت برنگرده نگرده و گرنه با تیر میزندش. همه ما اومده بودیم ببینیم چی شده. با وجود اینکه پدر داشت اربده میکشید تیت تو رو بلند کرد و داد به مادر. اول مطمئن شد تو خوبی بعد رفت. بعد از اون ما بازم می رفتیم ماهی گیری. اما اون دیگه هیچ وقت نیومد خونه ما. کیا فکر کرد؟ تا وقتی که بار اولی که من قایق و برده بودم مرداب منو تا خونه رسوند. به تابلو نگاه کرد. چقدر ملایم چقدر آرامش بخش ذهن مادر تا حدودی زیبایی را از دل جنون بیرون کشیده بود هر کسی به این چهره ها نگاه می کرد فکر می کرد پورتری شادترین خانواده است که در ساحل دریا زندگی و زیر آفتاب بازی می کنند جودی و کیا لبه وانت نشستند. هنوز داشتند در سکوت به نقاشی ها نگاه می کردند. جودی ادامه داد. مادر تک افتاده و تنها بود. آدما تحت چنین شرایطی رفتار متفاوتی دارند. کیا آهسته نالید لطفاً با من از تک افتادن حرف نزن لازم نیست کسی به من بگه چطور تنهایی آدم و تغییر میده. من خود انزوا هستم. من مادر رو میبخشم که گذاشت رفت اما نمیتونم بفهمم چرا برنگشت؟ چرا منو تنها گذاشت؟ شاید تو یادت نیاد اما بعد از اینکه اون رفت تو گفتی که یه روباه ماده وقتی داره از گرسنگی میمیره یا تحت شرایط استرس شدید گاهی اوقات بچه رو رها میکنه. بچه ها میمیرن. به هر حال اونا که میمردن. اما ماده روباه زنده میمونه که وقتی شرایط بهتر شد وقتی تونست دوباره تولید مثل کنه و بچه هاشو بزرگ من از اون موقع خیلی راجع بهش مطالعه کردم. در طبیعت اون دورا جایی که خرچنگا آواز میخونن همین رفتار بظاهر سنگ دلانه در حقیقت باعث میشه تعداد فرزندانی که اون مادر میتونه در طول زندگیش به دنیا بیاره افزایش پیدا کنه. بنابراین ژن رها کردن فرزند در مواقع پرتنش به نسل بعدی منتقل میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه این اتفاق برای انسان ها هم میفته بعضی از رفتارهایی که الان به نظر ما خشن میرسه باعث بقای انسان اولیه در تمام مرداب هایی شده که اون زمان توش گرفتار بوده بدون اون رفتارا ما الان اینجا نبودیم. ما هنوز اون قرایز رو توی ژنهامون داریم. و وقتی شرایط خاصی به همون غالب میشه اون قرایز خودشونو نشون میدن. بخشی از وجود ما همیشه همونی که بودیم باقی میمونه. همونی که ناچار بودیم باشیم تا زنده بمونیم مثل زمانهای خیلی دور شاید یه الزام اولیه ژنهای قدیمی که دیگه تناسبی با زندگی امروز ندارن مادر رو وادار کرده به خاطر تنش زیاد ترس و خطر واقعی زندگی کردن با پدر ما رو ول کنه بره این کارش رو توجیه نمیکنه. اون باید انتخاب می کرد که بمونه. اما اگه بدونیم این تمایلات توی برنامه ریزی زیستی ما هست شاید بهمون کمک کنه حتی مادری رو که توی مادریش شکست خورده ببخشیم این شاید رفتنش رو توجیه کنه اما من هنوز نمیفهمم چرا برنگشت چرا حتی برای من نامه ننوشت میتونست پشت سر هم نامه بنویسه سالها این کار رو بکنه تا بالاخره یکیش به دست من برسه کیا به نظر من بعضی چیزا رو نمیشه توضیح داد. فقط میشه بخشید یا نبخشید. من جواب سؤالتو نمیدونم. شاید جوابی هم نداشته باشه. متاسفم که برات این خبر بدو آوردم. جودی من بیشتر عمرم رو خانواده نداشتم. هیچ خبری از خانوادم نداشتم. حالا ظرف چند دقیقه یه برادر پیدا کردم و یه مادر از دست رفته. خیلی متاسفم کیا. نه متاسف نباش. در حقیقت من مادر رو سالها پیش از دست داده بودم. و حالا تو برگشتی جودی. نمیتونم بگم چقدر دلم میخواست تو رو دوباره ببینم. امروز یکی از شادترین و در عین حال قمگین ترین روزای زندگی منه با انگشت بازوی جودی را نوازش کرد و جودی او را آنقدر می شناخت که بداند چنین حرکتی از او بعید است با هم به کلبه برگشتند جودی به اساسیه جدید اطرافش نگاه کرد. به دیوارهایی که تازه رنگ شده بودند و کابینت های دست ساز آشپزخانه. چطور این کارا رو کردی کیا؟ قبل از کتابت پول از کجا می آوردی؟ غذا از کجا می آوردی؟ اوه داستانش طولانی و خسته کننده است. بیشتر صدف و ماهی دودی به جامپین می فروختن. جودی سرش را عقب برد و بلند خندید. جامپین؟ سالها بود بهش فکر نکرده بودم. هنوز زنده است؟ کیا نخندید؟ جامپین بهترین دوست منه. سالها بهترین دوست من بوده. به جز خونواده مرغای دریایی اون تنها کسی بوده که داشتم. جودی جدی شد. تو مدرسه دوستی نداشتی؟ کیا با دهان بسته خندید. من فقط یه روز رفتم مدرسه. بچه ها به هم خندیدن برای همین دیگه برنگشتم اونجا. چندین هفته داشتم از دست کارمندای مخصوص بچه های مدرسه گریز فرار می کردم. با چیزایی که تو به هم یاد داده بودی این کار زیاد سخت نبود. جودی شگفت زده شد. پس چطوری خوندن یاد گرفتی؟ تو کتاب نوشتی؟ در حقیقت تیت واکر به هم خوندن یاد داد. هنوزم میبینیش؟ گاه گاهی. ایستاد و رویش را به اجاق هیزو میکرد. بازم قهوه میخوای؟ جودی احساس میکرد در آشپزخانه او تنهایی سنگینی می کند. تنهایی همانجا در تعداد جزئی پیازهای داخل سبد. تنها بشقابی که داخل آب چکان خشک شده بود و نان ذرتی که به سبک یک بیوه پیر به دقت داخل دستمال آشپزخانه پیچیده شده بود مشهود بود جودی گفت نه دیگه قهوه نمیخوام. اما چطوری داخل مرداب میگشتی؟ خب دیگه باورت نمیشه. من یه قایق نو خریدم. اما هنوز از اون قایق قدیمی استفاده میکنم. خورشید بین ابرها را شکافته بود و با درخشش و گرمایی که برای یک روز زمستانی دور از انتظار بود میتابید. وقتی کیا قایق را در کانال ها و دهانه های شفاف رودها هدایت می کرد. جودی با دیدن مانعی که آن را از قبل به یاد می آورد با تعجب فریاد زد. هنوز مثل گذشته بود و درست در همان نقطه خانه یک سگ آبی از سالها پیش باقی مانده بود. وقتی به تالابی رسیدند که قایق کیا و مادر و خواهرها داخل گلهایش واژگون شده بود خندیدند. وقتی به کلبه رسیدند کیا بسات پیکنیک را آماده کرد و در ساحل میان مرغان دریایی غذا خوردند. کیا گفت وقتی اونا همشون رفتن من خیلی کوچیک بودم. در مورد بقیه هم برام بگو. جودی از برادر بزرگشان مورف گفت که کیارا را روی شانه هایش می گذاشت و به جنگل می رفت. تو تمام مدت می خندیدی. اون آهسته می دوید و توی مسیرای دایری شکل حرکت می کرد. یه بار اونقدر خندیدی که همونجا پشت گردنش شلوار تو خیس کرد. کیا خندید وای نه من این کارو نکردم چرا کردی؟ اون یکم جیغ و داد کرد و بعد به راهش ادامه داد دوید داخل تالاب و جلو رفت تا اینکه همونطور که تو روشونش بودی خودش رفت زیرا ما همه داشتیم نگاه میکردیم من، مادر، میسی، مندی اونقدر خندیدیم که اشکمون در اومد مادر مجبور شد همونجا بشینه رو زمین. خیلی خندش گرفته بود. ذهن کیا تصاویری خلق می کرد که با این داستانها هماهنگ باشد. اینها تکه پاره هایی از خانواده ای بود که کیا هرگز فکر نمی کرد داشته است. جودی ادامه داد. اولین بار میسی به مرغای دریایی غذا داد. چی؟ واقعا؟ من فکر میکردم بعد از اینکه همه رفتن من خودم اون کار شروع کردم. نه. اون هر روزی که میتونست قصر در بره بهشون غذا میداد. برای همهشون اسم گذاشته بود. یادم اسم یکیشونو گذاشته بود قرمز بزرگه. میدونی که روی منقارشون لکه قرمز دارن. البته الان اون یکی سمت چپی قرمز بزرگ است. دیگه همون پرنده نیست چون من خودم شاهد یکی دو نسل از این قرمز بزرگا بودم. تلاش کرد با خواهری که به مرغان دریایی غذا میداده ارتباط برقرار کند. اما تنها چیزی که می توانست ببیند صورت داخل نقاشی بود که لاقل برایش تصویری ایجاد می کرد. کیا می دانست کاربرد لکه قرمز روی منقار مرغ دریایی چیزی بیش از زیبایی است مرغ دریایی مادر فقط وقتی غذایی را که پیدا کرده به جوجهش می میدهد که او با منقارش به آن لکه قرمز نک بزند. اگر آن لکه دیده نشود و جوجه به آن نک نزند مادرش به او غذا نمی دهد و او از گرسنگی می میرد. حتی در طبیعت نیز مرز پدری و مادری باریک تر از آن است که کسی بتواند فکرش را بکند. آنها یک لحظه ساکت نشستند. سپس کیا گفت من اصلا چیز زیادی یادم نمیاد. جودی گفت پس شانس آوردی. سعی کن همونطوری بمونی. همانجا در حالی که چیزی را به خاطر نمی آوردند در سکوت نشستند. کیا برای شام غذای جنوبی را که مادر میپخت درست کرد. لوبیا چشم بلبلی، پیاز قرمز، گوشت سرخ شده، نان ذرت با لوبیا سفید که در کره و شیر پخته شده بود و آن را با نوشیدنی روی میز گذاشت. وقتی داشتند غذا میخوردن جودی گفت اگر اشکالی ندارد میخواهد چند روزی بماند. و کیا گفت تا هر وقت بخواهد بماند او استقبال می کند. حالا اینجا زمین تو کیا. تو اونو به دست آوردی. من مدتی تو فورت بنینگ مستقر شدم. برای همین نمیتونم زیاد بمونم. بعدش احتمالا یک کاری تو آتلانتا پیدا کنم که بتونیم با هم در تماس باشیم. دلم میخواد تا میتونم بیام اینجا تو رو ببینم. همیشه تنها چیزی که تو زندگی میخواستم این بوده که تو حالت خوب باشه. خوشحال میشم جودی. لطفا هر وقت تونستی بیا. عصر روز بعد که در ساحل نشسته بودند و امواج پاهای برهنهشان را قلقلک میداد، کیا با حالتی غیر معمول صحبت میکرد و به نظر میرسید نام تیت را در هر پاراگرافش به کار میبرد همین وقت روز بود که وقتی کیا دختر کوچکی بود و در مرداب گم شده بود، تیت راه خانه را نشانش داده بود و اولین شعر را برایش خوانده بود. کیا برای جودی از پربازی گفت و اینکه او چطور خواندن را به کیا یاد داده. و حالا خودش به عنوان پژوهشگر در آزمایشگاه کار می کند. او اولین عشق کیا بود اما وقتی به کالج رفت کیا را رها کرد و او را در ساحل طالاب چشم انتظار گذاشت. پایان کار این طوری بود. جودی پرسید چند وقت پیش بود؟ فکر کنم حدود هفت سال پیش وقتی تازه رفته بود چپل هیل بعد از اون دیگه ندیدیش؟ برگشت که معذرت خواهی کنه گفت هنوز دوستم داره اون بود که پیشنهاد داد کتابای مرجع منتشر کنم اینکه گاه گاهی توی مرداب ببینمش خوبه اما دیگه هرگز درگیرش نمیشم نمیشه بهش اعتماد کرد کیا؟ اون مال هفت سال پیش بوده. اون یه پسر بچه بوده که برای اولین بار از خونه دور شده و صد تا دختر خوشگل دور و برش بودن. اگه برگشته و معذرت خواسته و میگه تو رو دوست داره شاید بهتر باشه دیگه اینقدر بهش سخت نگیری. ببین جودی بیشتر مردا از یه زن میرن سراغ زن دیگه. مردای نالایق باد به قبقبشون میندازن و با دروغ آدم و میکشونن طرف خودشون. احتمالا مادرم همینطوری گول مردی مثل پدر رو خورده بود. تیت تنها کسی نبود که منو گذاشت و رفت. چیس اندروز حتی با من در مورد ازدواج صحبت کرد اما با یکی دیگه ازدواج کرد حتی خودش به هم نگفت تو روزنامه خوندم خیلی متاسفم کیا. متاسفم اما فقط مردا نیستن که بیوفایی میکنن. خود منم یکی دو بار گول خوردم. منو گذاشتن رفتن. احساسم و لگد مال کردن. بیا منطقی باشی. خیلی وقتا عشق دردی رو دوا نمیکنه. حتی وقتی از بین میره تو رو به دیگران ارتباط میده. آخر سر چیزی که برات میمونه ارتباطاته به خودمون نگاه کن الان من و تو همدیگه رو داریم فکرشو بکن اگه من بچه داشته باشم تو هم بچه داشته باشی خب رشته جدیدی از ارتباطات شروع میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه کیا اگه تو هم تیت رو دوست داری امتحان کن کیا یاد نقاشی مادر از بچگی خودش و تیت افتاد. سرهایشان نزدیکی یکدیگر بود و اطرافشان پر از گلها و پروانه ها. شاید اصلا این پیامی از طرف مادر بود. صبح سومین روزی که جودی آمده بود تمام نقاشی های مادر را، به جز یکی که جودی برای خودش برداشت باز کردند و بعضی از آنها را به دیوار زدند. کلبه نور متفاوتی پیدا کرد. گویی پنجره های بیشتری به آن باز می شد. کیا عقب ایستاد و به آنها خیره شد اینکه نقاشی های مادر دوباره روی دیوار برگشته بودند مثل معجزه بود گویا از آتش بیرون کشیده شده بودند. سپس کیا با جودی به طرف وانتش رفت و ظرف نهاری را که برای راهش درست کرده بود به او داد. هر دو به درخت ها نگاه می کردند و به سبزه ها. به هر جایی جز چشم های یکدیگر. بالاخره جودی یک تکه کاغذ یاد داشت مقابل کیا گرفت و گفت دیگه بهتره برم اما این نشونی و شماره تلفن من کیا یک لحظه نفس نکشید و همانطور که با دست راستش کاغذ را می گرفت دست چپش را به وانت گرفت که خودش را نگه دارد. چیزی به همین سادگی نشانی یک برادر روی تکه ای کاغذ چیزی تا این حد هیجان فامیلی پیدا کرده بود شماره تلفنی که می توانست با آن تماس بگیرد و جودی جواب بدهد وقتی جودی او را به طرف خود کشید مثل این بود که گلویش فشرده شده و میخواهد خفه شود بالاخره پس از یک عمر به او آویخت و اشک ریخت من هیچ وقت فکر نمی کردم دوباره تو رو ببینم فکر می کردم تو برای همیشه رفتی من همیشه میام اینجا کیا قول میدم هر وقت جام و عوض کنم نشونی جدیدم و برات میفرستم هر وقت با من کاری داشتی برام نامه بنویسی یا تلفن کن گوش کردی این کارو میکنم جودی هر وقت تونستی به هم سر بزن کیا برو تیتو پیدا کن اون مرد خوبیه جودی تا پایین جاده برسد از پنجره وانتش دست تکان داد و کیا در حالی که همزمان گریه میکرد و میخندید، او را تماشا کرد. وقتی جودی پیچید کیا توانست از فواصل میان درخت های جنگل جایی که روزی یک شال گردن سفید در آن ناپدید شده بود وانت قرمز او و دستش را که تا وقتی دور شود برایش تکان میداد ببین